سلام وقتتون بخیر باشه امروز اون ما همگه راجع به دو تا از میم کوین صحبت کنیم که هولدر های خودشون رو نتونستن راضی کنن بیبی کوین و فیک که تبدیل شده به ورژن دوم خودش با همدیگه میخوایم یه نگاهی به این دو میم کوین داشته باشیم و ببینیم که آیا امیدی هستش برای اینکه روی این میم کوین ها بیایم سرمایه گذاری کنیم و حتی اون دوستانی که هولدر این دو میم کوین هستن یا بیبی داش کوین خریداری کردن و به آیندهش خوشبین هستن یا فیک توکن ببینیم که میشه امیدوار شد به آینده بیبی بی دوچ یا یعنی نه حتما تا انتها کامل نگاه کنید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و حتما توی کانال تلگرام جوین بشید که از دوره فارکس و حالا دوره فارکس رو که اومدیم شروع کردیم توی کانال حالا تلگرام جوین بشید از اخبار رمزارزها بتونید سریعتر با خبر بشید قیمت فعلی بی بیبی دوچ کوین اگر نگاه کنیم 8 هستش و همچنان نسبت به چند ماه گذشته و همین ماه که داریم سپری میکنیم قیمت بیبی داش کوین تقران چنان خاصی نکرده و همچنان ثابت روی عدد 8 80 حالا 11 اینا 9090 اینا داره نوسان میکنه قیمت بیبی داش کوین و حالا بالا پایینای رو تجربه میکنه و این نشون دهنده این هستش که دیگه خیلی کشش این رو نداره که بیش از این حدی که ریزش کرده دوباره بیاد بیبی داش ریزش داشته باشه که حالا روی نمودارش برای شما نشون خواهیم داد 24 ساعته رو نگاه کنیم میبینیم که میلیارد و 500 هزار دلار هستش و 15 درصد کاهش رو از سمت ولوم 24 ساعته داشتیم و مارکت کپ هم که روی عدد 116 میلیون دلار هستش و 2 درصد اومده افزایش پیدا کرده مارکت کپش کلا به کوین یک زی بودش که اگر حالا نمودارش رو بیایم کل چارتش رو نگاه کنیم به این شکل که داره به حالت کف سازی خودش نزدیک میشه و چند ماهی هستش که روی عدد 8 0 10 9 90 اینا داره نوسان میکنه و از این پایین قیمتش اصلاح نکرده و این نشون دهنده این هستش که دیگه اینجا ما نمیتونیم بیایم بفروشیم به بی و جای فروش نیستش برای ما و حتی میتونه جای خرید باشه یه پله بیایم واردش بشیم چون که روی این قیمت داره نوسان میکنه و امکانش وجود داره که مثل گذشته ای که برای بی کوین وجود داره یه پامپای رو به سمت بالا حالا یه 50 درصدی 100 درصدی 60 درصدی بیاد یه پامپی رو به سمت بالا تجربه کنه که اون زمان هستش که بعد از پامپی که تجربه میکنه حتما از بیبی بی کوین بیاین حالا می مقداری که نیاز دارید رو سیو سود انجام بدید و اگر تونستید حالا سرمایه زیادی داشته باشی روی بیبی دوج کوین بعد از اینکه پامپ کرد به سمت بالا بعد از اینکه مثلا 40 درصد رشد کرد 100 درصد رشد کرد بیاین از بیبی بی کوین خارج بشی که این خیلی مهم هستش در حال حاضر هم ارزش فروش نداره چون که رسیدیم به کفی که خیلی مهم هستش و روی این کف حمایت شده و داره نوسان میکنه خب فروختن روی این کف قیمتی بسیار مهم اشتباه هستش و طبیعتا حتی به جای اینکه بیایم بفروشیم میتونیم به بیبی کوین های خودمون اضافه کنیم و میانگین کم کنیم ولی یه نکته که راجع به میم کوین ها وجود داره و فکتوکن مثلا یکی از اونها هستش رمزرزی که میبینیم که 9057 قیمت فعلیش هستش رمز هستش که حالا همه میم کوین ها رو دارن برای شما مثال میزنم که بیبی داش کوین و فیک توکن هم یکی از اونها هستش اینها تمام میم کوین ها در این سالی که ما داریم سپری میکنیم و سال 2023 هستش میم کوین ها احتمالشون کم هستش که مثل دو سال پیش بیان پام کنن و نجومی رشد خودشون رو داشته باشن مثلا فیک توکن چه زمانی خیلی ترند شد چه زمانی خیلی همه شناختنش زمانی که رشد خودش رو تجربه کرد. بعد از اینکه مثلا پامپ خودش رو تجربه کرد همه رفتن سمت فکتوکن و از روی فکتوکن حالا تقلید کردن و رمزارزهای دیگه اومدن پامپای خودشون رو تجربه کردن و خیلی یا بعد از اینکه میم کوین ها و شید کوینهایی رو میبیده میدیدن که مثل فکتوکی، مثل سمون مثل دوش کوین که پام کردن به سمت بالا میرفتن سمت اونا و خرید میکردن که این اشتباه بود کار اشتباهی بود هستش که شما بعد از اینکه یک رمزارزی رشد خودش رو تجربه کرده بیاین خرید انجام بدید روی اون سعی کنید روی کپ هایی که وجود داره خرید انجام بدید و از نظر شخصی خودم برای کل میم کوین ها سال مثلا 2020 یا سال 2021 تنها سالی بودش که شکوفا کردش و همه میم کوین ها و شیت کوین ها اومدن پام کردن به سمت بالا و اگر دوباره همین رفتار بخواد تکرار بشه به نظر من امسال این اتفاق نخواهد افتاد که ما شاید این باشیم که میم کوین ها عجیب غریب نجومی بیان رشد داشته باشن داخل بازار به خصوص بیبی کوین به خصوص هرشنگ هر خودم هم مثلا هولدر بیبی دوج کوین هستم یه مقداری توی کیف پولم بیبی دوج کوین نگهداری کردم ولی دیگه دیدم رو مثلا خیلی بلند مدت‌تر نمیکنم که بگم که حتما رشد میکنه حتما چند برابر میشه سرمایه ما رو مثلا 10 برابر میکنه 20 برابر میکنه که این امکان توی بیبی دوج کوین خیلی وجود نداره نسبت به شرایطی که الان داره چون که بسیار ضعیف عمل کرده بری کلا توییترش رو نگاه کنی بری کلا سایتش رو نگاه کنی کارهایی که انجام داده بسیار ضعیف بوده حتی اومد یه سواب برای خودش اندازی کرد از سواب بیبی دوچ کوین خیلی استقبال نکردم و همه اینها جمع میشه باعث میشه که بیبی دوچ کوین از چشم ما بیاد بیفته هرچند که برای بلند مدت اگر حالا نموداری بخوایم نگاه کنیم نموداری الان جلوتر برای شما بررسی میکنم توی تایم فریم مثلا روزانه که داریم نگاه میکنیم بیبی دوچ کوین رسیده به کف مهم خودش روی عدد مثلا 8.09.90 اینا سطحی هستش که بیبی دوچ کوین میتونه حمایت بشه و یه رشدی مثلا دوباره تا عدد 8.15 16 17 اینا داشته باشه و همین مثلا یه 50 درصد 60 درصد 70 درصد برای ما کافی هستش که زمانی که این اتفاق بیفته ما میتونیم بیایم از بیبی کوین خارج بشیم و بخشی رو به فروش بذاریم و بذاریم که یه مقدار دیگه بیبی کوین نگه داشته باشیم تا حالا برای بلند مدت اگر یه اتفاق افتاد یه درصدی رشد داشت برای ما بتونه یک سودی رو برسونه فکر توکن هم حالا یه رمزرزی بودش که یک اتفاقهای حالا زیادی براش افتاد ما شاهد بودیم که به ورژن دوم ما تبدیل شد این لوگوی خودش رو تغییر داد و ضعیف بودن شبکهش هک شدن شبکه فیک توکن همه اینها جمع شد یه کمی از اعتبار افتاد و الان اعتبارش که از بین رفته قیمتش به نظر من سخت هستش که دوباره ریکاور بشه و برگرده به سمت بالا و این رو هم بگم طبیعی هستش مثلا بیت کوین الان چند روی 17400 اینا داره نوسان میکنه برگرده یه دفعه به 22000 دلار بی بی دوج هم رشد میکنه نسبت به بیت کوین فیک توکن هم رشد میکنه نسبت به بیت کوین ولی دیگه انتظار مثلا رشدای نجومی از این رمزرس ها نداشته باشید اینو حتما قبول کنید تا در آینده بتونید به یک سود بسیار زیادی برسید سعی کنید روی رمزرس های سرمایه که مهم هستن که توی حالا کانال تلگرام منتشر میکنم و یه ویدیو راجع به بلند مدت یک ساله با شما صحبت خواهیم کرد بریم با هم دیگه از نمودار اینا رو بررسی کنیم بیبی کنه همونطور که گفتم برای شما ما از چند هفته های پیش تحلیلش انجام داده بودیم برای شما ویدیو اگر نگاه کرده باشید و اینجا میبینیم که این زون ما هنوز بیویدج کوین ازش خارج نشده و کفش روی مثلا 90 90 85 اینا داره نوسان میکنه و سقفش هم که روی عدد و 1060 اینا هستش که هنوز از این زون خارج نشده که بریم با همدیگه ببینیم که چند ماه هستش که بیویدج کوین رنج و هنوز نتونسته رشد رو به سمت بالا بیاد تجربه کنه حالا این ماه کوین هستش که اینجا اگر نگاه کنیم یک ماه ما, سه ما چهار ما پنج ما 6 ما 7فت ه ماه ما, 9 ما هستش که داره روی این زون نوسا میکنه الان داره کم کم به نزدیک یک سال هم میرسه ولی به وییدش کوین الان رسیده به کف خودش ما اگر بخوایم حالا تحلیل تکنیکال انجام بدیم ببینیم که قیمتش آیا میتونه رشد داشته باشه یا نه به این شکل شکستش که دو تا سطح مهم داریم دیگه درسته یه سطح 9 50 هستش و یه سطح هم 8 ده حال ما فرض می الان روی دو تا این سط باید کفسازی کنه و دوباره برگرده به سمت بالا و این طبیعی هستش اگر بیبی بی کوین اینجا روش کنه به سمت بالا میاد برمیگرده یا میتونه بیاد پایین و از اینجا دوباره رشد کنه به سمت بالا پس اینجا حمایت های مهمی هستن که از هر کدوم که دوست داشته باشه رشد میتونه داشته باشه به سمت بالا یا از اینجا بیاد رشد کنه به سمت بالا یا هم بیاد اصلاح کنه از اینجا برگرده بیبی کوین به سمت بالا و یک رشد رو بیاد تجربه کنه فکت رو هم نگاه کنیم اینم نمودار فکت هستش نمودار فکت کاملا نشون دهنده روند و عمل عملکرد و فعالیت این رمزرز و این توکن هستش چرا زمانی که خیلی ترند شدش یه پامپی به سمت بالا تجربه کرد یه دفعه ریزش کرد بعد خبرهای فاندامنتالی منتشر شد همه دوباره هجوم آوردن خریدن بعد دوباره ریزش کرد یه رشدی رو تجربه کرد و دوباره ریزش یعنی هر پامپی که تجربه میکرد فکر به سمت بالا و حتی در آینده به‌زودی هم این اتفاق می‌افته یه پامپ دیگه تجربه میکنه همه اونها دوباره میاد برمیگرده به همون جایی که پام کرده به سمت بالا اینجا رو نگاه کن از اینجا به اومده پامپ کرده. به سمت بالا دوباره اصلاح کرده تا 70 درصد این موجی که رشد کرده میبینیم که برگشته به سمت پایین و این امکان وجود داره که دوباره بیاد از این پایین تر هم قیمتش اصلاح کنه در کل فعلا فکتوکن روی حمایت مهمی نیستش که بگیم آقا بخرید به نگه دارید برای هولد بلند مدت حمایت های مهمش مثلا میتونه 9 باشه 90 مثلا 20 دینا باشه که اینا حمایت های مهمی به فکتوکن حساب میشن این هم از آپدیت تحلیل این دو رمزارزی که برای شما بررسی کردیم خیلی از دوستان حالا درخواست کرده بودن گفته بودن که تحلیل بیبی دوج کوین و فیک توکن رو انجام بده یه جمع بندی کنیم خلاصه بگم برای شما در کل روی میم کوین ها تمام میم کوین ها دارم میگم برای شما به خصوص چت کوین ها خیلی روی اونها حساب باز نکنید که مثلا چند برابر بشه برید حتما همه سرمایه خودتون رو وارد اونها کنید که این اشتباه هستش روی مثلا بیبی دوج کوین یه زمانی خیلی ها 80 درصد سرمایه خودشون رو مثلا بیبی دوج کوین خریداری کرده بودن به جای اینکه از مهمترین های بازار خرید کنم رفته بودن روی مثلا بیوی دوش کوین سرمایه گذاری کرده بودن روی فیک توکن گذاری کرده بودن که همه اینها رو من به چشم خودم دیدم داخل بازار که میم کوین ها روندشون فصل میم کوین ها یه زمانی اتفاق میفته بعد اون میره مثلا به چند سال بعد که ما یک سال پیش دو سال پیش شاهد پامپ و فصل فکتو... میم... میم... کوین ها بودیم که پامپ کردم به سمت بالا پشت سرم الان دیگه فصل اونا نیستش الان فصل رمزارزهای بزرگ معتبر بنیادی آینده دار هستن که باید اونها رو انتخاب کنیم که در چند روز آینده یه دونه ویدیو منتشر میکنیم برای سبد هولد یک ساله تا دو ساله که میشه رمزرس های مختلفی رو خریداری کرد در کل اگر خریداری هم کردید بیبی دوش فعلا نفروشید چون که روی کف قدش هستش از این پایین تر قیمتش نمیتونه دیگه بیاد حالا پایین تر هم بیاد هستش فکر توکن رو هم خیلی سمتش نرید هم حجم معاملات کم داره و هم کلا رمزرزی نیستش که روی اون بیایم حساب کنیم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظرتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و اگر دوست داشتید توی کانال تلگرام بیاین جوین بشید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار